بررسی و تحلیل قسمت 8 سریال جادوگر. حتما حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشین. قبلش کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغل هم بزنین تا از ویدیوهای جدید مطلع شوین. سلام، خیلی خوش اومدین به قسمت امروز سریال جادوگر. قرار امروز با هم بررسی کنیم که چه اتفاقی در این قسمت رخ داده. خب در این قسمت ببینیم که خانم شریکش رو با خودش، با مندرخان و همراه تیمش آورده که ببینه واقعا مندرخان حرفش درسته یا نه، و وقتی که با شریکش روبرو میشه میگه که تو شیطانی و بوی ابلیس میدی و ایرادات علیکی که مندرخان برای رونمایی یا جلوگری خودش در رمالگریش نشون میده. ولی شریکش به عنوانی که چرا همچین متهمی رو به پای خودش زدن رو ثابت میکنه و میگه که اگر به من شک دارین که میتونین همه جا رو بگردین. باز میره سراغ انبرنسا و انبرنسا دود میکنه که باز شریکش شک میکنه و میگه که بله، اینا از در جریانات داستان من مطلعن و با خبرن که بله همچین اتفاقی داره رخ میده، که شروع به تیراندازی میکنن و مندرخان هم سریع فرار میکنه که جواد رضویان و خانم مریم مؤمن هم باشون فرار میکنن و به سمت کوه یا تپه هایی میرن که نباید میرن و سریع دلارا رو در میارن و بو میکنن و میبینن که دلارا تقلبیه و اینا از یک چاپخونه چاپ شده که انگار سرشون کلا رفته. و مندرخان که وقتی میفهمه دلارا داره تقلبیه عصبانی میشه و لغت میزنه و به سمت شیروانی میرن که نباید میرفتن و به سمت جاده هدایت میشن و آدمای همون خانوم به سراغشون میان و کلی ابراز تمجیدی که بله همچین شما همچین خانومی هستین و همچین رفتاری هستین و بالاخره تعریف تمجید میکنن، سربنیز کنن. و نوبت به خانومی میرسه که قبلش مندرخان رو به سمت همون خانوم آورده و همون خانوم هم ایشون رو میبره به سمت جایی که نباید میبره و باز با یک نفر دیگه هماهنگ کرده بودن که در این راستا فهمیده بودن که یک نفر دیگه با اینا قرار داره ببره برای رمبالگری و منتقل میشن به یک جایی که اصلا نمیدونن اینجا کجا هست. و وقتی چشماشون رو باز میکنن میفهمن که اینجا یا کره جنوبی یا کره شمالی یا ژاپن یا چینه و اصلا متوجه این رفتار نمیشن که همه ایرانی دارن صحبت میکنن و میگن که این رستوران چینیه و سه نفر، یه دو تا خانم و یک مرد میان صحبت میکنن و میگن که ما یه جسد مومیایی داریم که باید زنده کنی، تو میتونی انجام بدی، ما از این رمالا زیاد آوردیم. و اینجا مندرخان بین خودش گیر میکنه و میگه که ما جسد حداقل یک ساعته یا دو ساعته یا حداقل یک روزه رو ما میتونیم زنده کنیم و جسد مومیا شده رو نمیتونیم زنده کنیم. و اینجا که میگن به ما ربطی نداره و میرن سراغ دو نفری که از قبل با اونا هماهنگ شده بوده و اونایی هم مثل اونا پذیرایی میشن و مندرخان و دو نفر همراهشون پذیرایی میشن که بعد برن سراغ کار. هم وارد اتاق جسد مومیایی شدن و از همه چی اتاق میترسن و خواهند ترسید. و اینجا دیگه میره سراغ قسمت بعد که با هم بررسی میکنه. خب امیدوارم از این ویدیو خیلی خوشتون اومده باشه. قبلش میگم حتما حتما کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغل هم بزنین، کامنتتون رو حتما برام بنویسین که در این قسمت شما چی از داستان متوجه شدین و من تا اینجا که متوجه شدم در اختیار شما عزیزان قرار میدم. تا ویدیوی بعد و یک تحلیل و بررسی سریال جادوگر در قسمت‌های بعد، فعلا خدا نگهدار.